این قسمت دقت و توجه یعنی چه؟ دقت و توجه یعنی اینکه توجه خودمون رو به شخصی که با ما صحبت میکنه بدیم و تمرکزمون رو روی کاری که داریم انجام میدیم بذاریم. این نه تنها به یادگیری ما کمک میکنه، بلکه نشون میده که ما چقدر به دیگران احترام میذاریم. دقت و توجه داشتن همیشه هم کار آسونی نیست، به خصوص در دنیای امروز که همه چیز به سرعت در حال پیشرفته. گاهی وقتها باید تلویزیون و یا تلفنت رو خاموش کنی و از هر چیزی که حواست رو پرت میکنه رو بگردونی تا بتونی توجه و احترام کافی رو به افراد بدی. آهو. آهو با دقت زیاد اطراف خودش رو بررسی میکنه. هر صدا یا نشانه ای رو با دقت و هوشیاری تمام از زیر نظرش میگذره. آهو خیلی زیباست، بسیار سریع و چابکه و میتونه با سرعت زیادی بدوه. آهوها بیشتر به صورت دست جمعی و گله ای زندگی میکنن. اونها از گیاهان نرم و لطیف و برگ‌ها می‌خورن و گیاهان خشک رو کمتر دوست دارن.
این داستان ابراهام لینکلن. 200 سال پیش در آمریکا پسری در خانواده لینکلن به دنیا اومد که اسم او رو ابراهام گذاشتن. هیچ کس نمیدونست که این پسر کوچیک چه آینده درخشانی خواهد داشت و سرنوشت بسیاری رو تغییر خواهد داد. ابراهام لینکلن از همون کودکی دقت و توجه بسیار زیادی داشت. او به دقت گوش میداد و سعی میکرد همه چیز رو با هوشیاری از نظر بگذرونه. همین ویژگی اون باعث شد که او یک وکیل بسیار موفق بشه. در اون زمان آمریکا از سیاه‌پوستان به عنوان برده استفاده میکردن. اونا سیاه‌پوستان رو میفروختن و برای کارهای بسیار سخت در مزرعه ها و یا معادن و یا هر جای دیگه‌ای به کار میگرفتن. در کل ظلم زیادی به سیاه‌پوستان میشد و این فقط به خاطر این بود که رنگ پوست اونا با بقیه فرق داشت. آمریکا کشور بسیار بزرگیه. ابراهام لینکلن که نمیتونست این همه ظلم و ستم رو تحمل کنه، با تلاش و کوشش بسیار موفق شد تا قانون بردهداری رو در بعضی از شهرهای آمریکا برداره. اون با دقت و توجه کامل به صحبت‌های یک به یک سیاه‌پوستانی که مورد ظلم و ستم بودن گوش میداد و هر کاری که از دستش برمیومد انجام میداد. اون اولین کسی بود که تونست آزادی، برابری، دموکراسی و افکار پسندیده انسانی رو پایه‌گذاری کنه. اون به خاطر توانایی‌های زیادش یک رهبر خوب بود و تونست به مجلس راه پیدا کنه و حتی رئیس جمهور آمریکا شد. البته مخالفان بسیار زیادی هم داشت، اما با این حال تونست تغییرات زیادی در قانون آمریکا به وجود بیاره. برای اینکه دقت و توجه بیشتری داشته باشم، نکته‌های زیر را در نظر می‌گیرم. به چشمان کسی که با من صحبت می‌کند نگاه می‌کنم. اگر چیزی را متوجه نشدم سوال می‌پرسم. هنگام نشستن و یا ایستادن بوز نمی‌کنم. سعی نمی‌کنم جلب توجه کنم. نمی‌گذارم محیط اطراف حواسم را پرت کند. این آیه را به خاطر بسپاریم. مرقس فصل 4 آیه 24. در آنچه که میشنوید دقت کنید. با هر پیمانه‌ای که بدهید با همان پیمانه هم پس میگیرید. دعا کنیم. خداوندا، امروز دعای ما این است: به ما کمک کن تا هر روز نسبت به انسانها و همچنین طبیعت و آفریدهای تو هوشیارتر و با دقتتر باشیم. به ما گوشهای شنوا و چشمهای تیزبین بده تا از اونها برای کمک کردن به دیگران استفاده کنیم. به ما کمک کن تا صدای تو رو بشنویم و به آنچه که تو به ما میگی دقیق و حساس باشیم. در نام عیسی مسیح دعا کردم با شکرگزاری. آمین.